سلام، مسعود سفیری هستم، میزبان شما در برنامه افق بخش فارسی صدای آمریکا در سه‌شنبه 22 دسامبر اول دی ماه با نگاهی به جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری. تلاش جناح‌های سیاسی برای تصاحب کرسی‌های مجلس خبرگان رهبری بار دیگر اهمیت این نهاد تأثیرگذار در نزد افکار عمومی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده. مجلس خبرگان چه اختیاراتی دارد؟ آیا مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد و یا از طریق رأی مردم؟ آیا حق نظارت بر عملکرد رهبری را دارد؟ اما در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا طرح توطئه نفوذ دشمن تلاش بنیادگران حکومتی برای حذف میانه‌روهای حامی دولت روحانی است؟ با دو گزینه بله و خیر، 78% بله و 22% خیر. شما هم میتونید در این نظرسنجی شرکت کنید، از طریق گوگل پلاس و توییتر برنامه رو دنبال کنید. برای دریافت فایل صوتی افق به فیسبوک ما سری بزنید. اما میهمانان امشب برنامه افق آقای اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر که از نیویورک با ما هستند، و آقای حسن یوسفی اشکوری که از آلمان، پژوهشگر و نواندیش دینی که از آلمان دعوت ما رو پذیرفتن و در این برنامه حضور دارن. آقای گنجی، اجازه بدیم بحث رو با این صحبت با این سوال آغاز کنیم. اهمیت مجلس خبرگان در چیه؟ من سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه. اهمیت مجلس خبرگان در اینه که از دو نسب رهبر خوب با مجلس خبرگانه. مطابقت به چند نکته اینجا توجه بکنید در این رابطه. نکته اول اینه که ولایت فقیه امریه که تصورش موجب تکذیبش میشه، چون فقیهان مردم و یتیم، دیوونه و کودک به شمار میارن که به ولی نیاز دارن. اما این تشبیه منطقی و قیاس فقهی باطله و اینا نمیتونه پای استدلال باشه. رابطه مردم با حکومت مثل رابطه مردم با وکلاشونه، نه رابطه پدر و کودک و پزشک و دیوونه. نکته دوم اینه که مطابق قانون اساسی عدالت یکی از شرایط مهم رهبریه. ولایت مطلقه فقیه با عدالت تعارض بنیادین داره. اولا فقدان قدرت، یعنی اینکه یه فردی قدرت داشته باشه یا نداشته باشه، در دو وضعیت کاملا متفاوت قرار میگیره. قدرت مطلقه اولین چیزی که از آدمی میگیره میستانه قدرت عدالت ورزی هستش. فردی که دارای قدرت مطلقه هستش، اون فرد حتی اگه بخواهدم نمیتونه عادل باشه. ثانیاً رهبری مادام العمر نیز با عدالت تعارض داره. آقای خامنه‌ای تا کنون 25 سال 6 ماهه که حکومت کرده. اگه 100 سال دیگه هم زنده بمونه رهبر باقی خواهد موند. پس با توجه به این دو نکته که فقدان عدالت باشه از رهبری ساقطه. نکته سوم اینه که ولایت فقیه و ولایت مطابق قانون اساسی از آن فقیه و فقه، نه دیگر تخصصا. خب این فقه چیه؟ شما دیروز دیدید که آقای صادق لاریجانی گفتش آقای هاشمی رفسنجانی حتی ناتوان است فهم وسایل و کفایه شیخ انصاری و تحقیقات محقق ناینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی است، یا ناتوان است فهم دقیق متون معمولی کتاب‌های حوزه علمی هستش. خب این فقه چی هستش که حتی هاشمی رفسنجانی هم ناتوان از فهم بشه؟ این فقه یک موضوعیه که به صاحبانش این چیز امتیاز میبخشه که به صورت تبعیض آمیز حکومت و حق ویژه خودشون به شما بیارن. اولا یعنی رجوع علم فقهی که ولایت رو به فقیه میبخشه، علم فقه. اولا حدود 99% این احکام فقهی بر ساخته‌های اعراب پیش از اسلام هستند،
که اینا توسط پیامبر برای زندگی مردم اون عصر اون زمان امضا شده. ثانیاً بدین ترتیب فقیه یعنی باستانشناس. باستانشناس هم متخصص سبک زندگی مردمان چند هزار سال پیشه، اما هیچ باستانشناسی نمیاد سبک زندگی گذشتگان رو به مردم امروز تحمیل کنه. فقیهان باستانشناسانی هستن که سبک زندگی مردمان جزیره العرب پیش از اسلام رو به زور به مردمان امروز تحمیل میکنن. مثلا شما قصاص رو در نظر بگیرید، از قدمت چند هزار ساله برخورداره. تو قرآن هم به صراحت اومده که قصاص مال قوم یهود بوده. خب خود یهودیان اصلا هیچ موقع الان تو قرنهای اخیر به قصاص عمل نمی کنن، اما ما مجبوریمون کردن فقها که تو ایران قصاص بهش عمل بشه. ثالثاً این سبک زندگی که برساخته اعراب پیش از اسلامه اساسش بر نابرابریه، اساسش بر تبعیضه، نابرابری زنان و مردان، نابرابری مسلمانان و غیر مسلمانان، نابرابری فقیه و غیر فقیه، نابرابری آزاد و برده. در واقع فقیهان کارشون نهادینه ساختن تبعیض نابرابریه. رابع، مجازات های کیفری فقهی نقض سیستماتیک حقوق بشر هستند. این مجازات ها ناعادلانند و به شدت خشونت زا هستند. مجازات هایی چون حکم ارتداد، حکم قصاص، حکم سنگسار، حکم تازیانه، حکم محاربه، حکم قطع دست سارق، حکم شرابخوری، حکم حجاب اجباری، حکم مرحله سوم امر معروف و غیره و غیره. خب نهادهای بین‌المللی حقوق بشری دائما ایران به خاطر اجرای این احکام به نقض حقوق بشر محکوم میکنن. خامسن ما باید به تاریخ نگاه کنیم. میگه فقیهان تو این 37 سالی که تو جمهوری اسلامی حکومت دستشون بوده چی کار کردن؟ میگه فقه رو اجرا نکردن اینا. میگه کاری جز اجرای فقه کردن اینا. خب با اجرای این فقه در این 37 سال نتیجه چی بوده؟ آیا عدالت بوده یا ستمگری؟ سلامت اقتصادی بوده یا فساد و غارت ملی؟ مسائل اجتماعی حل شده یا این مسائل اجتماعی به نحو سرطانی رشد کرده به طرزی که خودشون گفتن؟ آقای علی مطهری گفت موقعی که گزارش این فساد رو یعنی مسائل اجتماعی رو رفتن به آقای خامنه‌ای دادن، اونجا گریه کرده پیش همه. آیا اینها معیاری برای داوری درباره بقای خامنه‌ای بر صفات ولی فقیه هستن یا نیستن؟ سادسن آیا فقه هیچ راه حلی برای مسائل زیست محیطی و طبیعی چون آلودگی هوا، خشکسالی، گسترش بیابونها، کمبود آب و غیره داره؟ خب نه، اینا ربطی به فقه نداره. آیا فقه هیچ راه حلی برای حل مسائل و مشکلات اجتماعی مثل فقر و فلاکت، فساد، فحشا، طلاق، دزدی، قتل، تجاوز، خودکشی و غیره داره؟ خب نداره، برای اینا هم نداره. جز مجازات های کیفری اینا چیز دیگه ای ندارن که این مجازات ها هم مال قبائل وضعیت قبائلی اعراب پیش از اسلام بوده. آمارای رسمی خود جمهوری اسلامی هم نشون میده که در همه این زمینه هایی که ذکر کردم وضعیت بسیار بدتر شده، در این حالی که ما نظام ولایت فقیه داریم، در این حالی که 37 سال فقه داره اجرا میشه، در این حالی که آقای خمینی قبل از انقلاب میگفتش که شماها نمیدونید، حالا وایسید ما حکومت رو بگیریم، فقه اسلامی که اجرا شد بعد شما معنای عدالت رو خواهید فهمید. و نکته آخرم این که فقیهان دائما روشنفکران و دانشگاهیان رو به غرب‌زدگی متهم میکنن، افراد رو به غرب‌زدگی متهم میکنن، میگن غرب‌زدگی بده و باید بومیگرا و ملی بود. خب سوال میکنیم آیا عرب زدگی خوبه؟ غرب زدگی با عرب زدگی چه تفاوتی داره؟ اگر محل رویش یک ایده ملاکی برای داوری در اون مورد باشه که از نظر فقیهان هست، خب شما حقوق بشر دموکراسی رو به دلیل غربی بودن رد میکنید. ما هم یک طرف دیگه میاد میگه آقا ما هم کل فقه رو به دلیل اینکه برساخته اعراب چند هزار سال پیشه رد میکنیم. پس لذا این مجلس خبرگان کار مهمش اینه که یک آدمی رو که تخصصش همین چیزایی که گفتم یعنی فقهه، اینو میاد انتخاب میکنه یا عزل میکنه و اینو حاکم بر ما میکنه به صورت مادام العمر، کمان که الان آقای خامنه‌ای 25 سال 6 ماه حکومت دیکتاتوری سرکوبگرانه خودش رو بر مردم داره تحمیل میکنه.
ممنونم آقای گنجی. آقای اشکوری بشنویم نظر شما رو، شما چه نظری دارین؟ اهمیت این نهاد در چیه؟ با سلام به شما و دوستمون آقای گنجی و همه بینندگان و هموطنان ما که در هر کجا هستند و سخنان ما را میشنوند. خب، مجلس خبرگان طبق قانون اساسی تأسیس شده برای انتخاب رهبر و بعد هم در ذیل آن اگر نظارت میکنه، بررسی میکنه، کنترل میکنه، اگر در یک زمانی رهبر فاقد صلاحیت های لازم شد رهبر رو احیانا عزل میکنه و در نهایت اگر رهبری فوت کرد رهبر جدید انتخاب میکنه. از این منظر اگر به جایگاه مجلس خبرگان نگاه کنیم میبینیم که مجلس خبرگان در تغییرات و تحولات جاری روزمره جامعه و حتی در نظام جمهوری اسلامی، در ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی اثر چندانی نداره، نقش چندانی نداره. نقشش در یک شرایط خاص، در یک وضعیت خاص آشکار میشه و اون هم موقعی هست که میخواهد رهبر جدید انتخاب کند و یا اگر یکمی از این فراتر بریم و مجلس خبرگان اگر بخواهد به لوازم نظارتی و کنترل خودش بر رهبری عمل بکنه در اون صورت اهمیتش افزوده می شود، چرا که اگر بخواهد که بر کار رهبری نظارت مستمر داشته باشه اون وقت باید به صلاح به مردم گزارش بده به نمایندگان مجلس خبرگان. مگه نباید نظارت داشته باشه؟ چرا همین عرض میکنم؟ میگم اگر بخواد به صلاح مقتضای کنترل نظارت رهبری عمل بکنه، چون آخه این الان در جمهوری اسلامی محل مناقشه واقع شده، این روزها هم که میبینیم زیاد در این باره بحث و گفتگو میشه، فقط صرفا کسانی که مخالف نظارت بر کار رهبری هستن صرفا به این استدلال میکنن که در قانون اساسی کلمه نظارت نیامده، که به نظر من یه خورده بازی با الفاظ هست و طبق معمول مغالطه کردن، چرا که وقتی قانون اساسی صریحا گفته که رهبر انتخاب میکنه، در صورت لزوم رهبر رو عزل میکنه و یا اگر دید که رهبر فاقد صلاحیت های لازم برای رهبری هست یا اون شرایطی که قبلا داشته، شروطی که قبلا داشته، حالا فاقد اون شده، خب بالملازمه باید بر کار رهبری به صلاح به طور مستمر کنترل و نظارت داشته باشه. اینی که عرض میکنم که اگر نظارت داشته باشه که تاکنون متاسفانه نداشته، اون وقت اهمیت مجلس خبرگان از این حد شکلی فرمالیستیش هم فراتر میشه و جدی میشه. مشکل اینه که این به اصطلاح دو دور خبرگان یا سه دور خبرگانی که ما از گذشته تا حالا داشتیم، این خبرگان به اون وظایف اساسی و اصیل خودش عمل نکرده. همون گونه که به اصطلاح مرحوم آیت الله مهدوی کنی رئیس سابق مجلس خبرگان اعلان کرد که مجلس خبرگان فقط کارش تایید و تقویت رهبری است، که اخیرا آقای صادق لاریجانی هم همین حرف زده. خب اگر بنا بشود که مجلس خبرگان فقط رهبر انتخاب کند، بعد تایید کند، بعد تقویت کند، هیچ کنترلی بر کار او نداشته باشد، چگونه میتواند به وظیفه خودش که مسئله تشخیص فقدان شرایط شروط در رهبری هست عمل کند؟ اگر بخواد به اون شرط عمل کند، به اون وظیفش عمل کند، ناچار باید یک مقام موافق رهبری باشه و بعد هم رهبری رو مرتبا زیر کنترل خودش و نظارت دائمی خودش داشته باشه. نه تنها رهبری، بلکه تمام نهادهایی که زیر مجموعه رهبری هستن اینها رو کنترل بکنه و بعد در نهایت عرض کنم در شرایط لازم، در شرایط مقتضی تصمیم بگیره که خب این رهبری واجد شرایط هست یا نیست. مثلا هم در فقه، حالا ما درباره خود ولایت فقیه و اصل ولایت فقیه الان نخواهیم که اظهار نظر بکنیم و بحث بکنیم، هم در فقه مسئله شرط عدالت هست برای مرجعیت و به طریق اولا برای به اصطلاح رهبر سیاسی، هم در قانون اساسی آمده. بالاخره عدالت یک شرط بسیار لازم و ضروریه. خب مجلس خبرگان اگر بفهمد که، اگر بخواد بدوند و تشخیص بدهد که این رهبر واجد عدالت هست یا نیست، ممکنه بگیم بله در روز اولی که رهبر انتخاب کرد دید، تشخیص داد که ایشون عادل است.
اما عدالت یه مفهوم ذهنی نیست، یک عملی است که یک رفتاری است که انسان در عمل انجام میده. کسی رو که مثلا رهبر نشده از کجا میشه تشخیص داد که این عادل هست یا نیست؟ بنابراین شرط تحقق عدالت، شرط استمرار عدالت ایجاب میکنه که خبرگان مرتب نظارت داشته باشن ببینن عدالت اجرا شده یا نه. حالا عدالت چیست؟ چگونه مفهوم عدالت چیست در دنیای امروز؟ مثل مصادق اون چیست؟ حالا یه بحث نظری داره، سیاسی داره در جای خودش. عدالت رو به هر معنایی که خود آقایون میگیرن، بالاخره باید مجلس خبرگان تشخیص بده. برای اینکه بتونه تشخیص بده، مرتب باید رهبر و زیر کنترل نظارت دقیق خودش داشته باشه، ببینه که آیا همچنان بعد از مثلا 10 سال، 15 سال، 20 سال، 26 سال، چون رهبرم که متاسفانه از کنم مادال و مادال عمره، ممکنه 50 سال هم شخص رهبر باشه، ولی در این حال از کنم مثلا خودش مجلس خبرگان باید تشخیص بده که همچنان این شرط عدالت استمرار داره یا نه. بنابراین نظارت یک کار بسیار جدی و اساسیه. اگر مجلس خبرگان بخواد به این وظیفش عمل بکنه که تاکنون نکرده، اون وقت جایگاه و نقش مجلس خبرگان در ساختار به اصطلاح نظام سیاسی ایران و همینطور در جامعه بسیار مهم خواهد شد. مهم مشکل این است که آقایون از نظر نظری و از نظر به اصطلاح برمیگردیم حتما به این بحث، اجازه بدیم برمیگردیم حتما به این بحث و جایگاهش و انتخابات پیش رو حتما در ادامه بحث اشاره خواهیم کرد. آقای گنجی، شما به نوعی به در واقع نقد فقه پرداختین، اما در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه رو پذیرفته، با این پیش‌فرض وظیفه این نهاد مجلس خبرگان نقد فقه نیست، انتخاب ولی فقیه. بله، ببینید نظارت قطعا باید بکنه، یعنی اگه میخواد ببینه که شرایطش حفظ شده یا نه قطعا باید نظارت بکنه. حالا اینو اگه موضع خود آقای خامنه‌ای رو ما در نظر بگیریم، دو گونه میشه به این نگاه کرد. یه نگاه همدلانه داشته باشیم با آقای خامنه‌ای، یعنی همدلانه فکر کنیم که خامنه‌ای واقعیت رو میگه، یه نگاه ناهمدلانه. من اول همدلانه‌شو میگم. آقای خامنه‌ای خودش در سال اسفند ماه 79 که رفت دانشگاه صنعتی شریف، اونجا راجع به همین نظارت بر رهبری و نهادهای تحت رهبری ازش سوال کردم، پاسخش اینه، اینه گفت هیچ کس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند، نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است، یعنی اموال بیت المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای اینکه امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد، لازم است نظارت شوند. خب اینا رو خود آقای خامنه‌ای گفته. شما میدونید اینو شاید شنیده باشید که زمان شاه یه موقعی تعدادی از این استادای دانشگاه تهران رو رفته بودن با کروات و کت‌شلوار که به زیارت آیت الله بروجردی، قبل از اینکه وارد بشن مسئول دفتر بهشون گفته بود که رفتید داخل اتاق دست آقا رو میبوسید. بعد اونا هم گفته بودن چش رفته بودن تو، میخواستن دست آقای بروجردی رو ببوسن، آقای بروجردی گفته بوده نه. برای چی گفته بودن؟ مسئول دفتر گفته، آقای بروجردی گفته بود نه، این کار مال عوامه، مال شما نیست. ملاقات که تموم میشه میان بیرون، اون مسئول دفتر میگه دست آقا رو بوسیدید؟ میگن نه. میگه چرا؟ میگن آقا گفته. میگه آقا بیجا کرده گفته، آقا غلط کرده گفته، من گفتم دست آقا رو ببوسید، شما باید دست جا شده. آقای خامنه‌ای خودش اومده گفته آقا باید در رهبری بر نهادهای تحت نظر رهبری نظارت صورت بگیره، لازمه، واجبه. بعد صادق لاریجانی و نمیدونم شیخ محمد یزدی و مصباح یزدی و نمیدونم این آقایون همه اومدن میگن این توطئه دشمن و فلان، یعنی در واقع دارن میگن آقا غلط کرده، این حرفو زده. این تفسیر همدلانه با آقای خامنه‌ای بود. اما تفسیر غیر همدلانه‌اش اینه که نه، آقای خامنه‌ای آدم نظارت پذیری نیستش و در واقع این سیستمی که ساخته شده نمیذاره. چون ببینید آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر فقهای شورای نگهبان رو انتخاب میکنه، فقهای شورای نگهبان هم انتخابات که الان مثلا کاندوم میشن برای مجلس خبرگان رهبری، این فقها رو الان میان توش رد صلاحیت میکنن و یک مجلسی درست میکنن که
فقهایی بیان توش، مجتهدینی بیان توش که دقیقاً تابع محض آقای خامنه‌ای باشه. اینو به صراحت میگن، میگن این ملاک ما اینه، ما فقهایی میخوایم که ولی فقیه رو تایید بکنن، نمیخوایم که بیان اونجا نظارت بکنن. و در واقع خودشون هم شش تا فقیه شورای نگهبان هم کاندیدای همین مجلس هستن، خودشون هم تایید میکنن، در واقع با واسطه آقای خامنه‌ای که داره اینها رو تایید میکنه. اینه که نظارت وظیفه مجلس خبرگان تو سیستم همین قانون اساسی که بنده ولایت فقیهش رو قبول ندارم و همون این معایبو داره، چاره جز نظارت نیست. و این دوره مجلس خبرگان مهمه، حالا بعد توضیحات چه بعد بدیم، به دلیل اینکه کسانی مثل هاشمی رفسنجانی که این بحث رو مطرح کردن و الان یک نظام سیاسی شده و یک موازنه قوایی اگر بتونه تو مجلس آینده شکل بگیره که تو بحث بعدی توضیح میدیم، اون موقع میشه همچین چیزی. این بستگی به نظام حقوقی نداره، همه چی بستگی به اون ساختار واقعی قدرت و موازنه قوا در جامعه داره. اگر یه عده‌ای بتونن برن و این موازنه قوا رو ایجاد بکنن در مجلس، اون موقع این نظارت میتونه شکل بگیره. ممنونم آقای اشکیوری. شما اشاره کردین که بحث نظارت تصریح نشده در قانون اساسی، اما حقوقدان‌ها اعتقاد دارن وقتی نهادی میتونه فردی رو نه عزل و نصب بکنه، طبعا میتونه نظارت بکنه، یعنی در واقع در ذات کلمه عزل و نصب نظارت هم وجود داره به لحاظ معیارهای حقوقی. بله همینطوره. بنده هم یه خورده توضیحی دادم، آقای گنجی هم توضیح کافی دادن. اصلا وقتی که من میام مثلا فرض کنید که نمایندگان خودم رو انتخاب میکنم برای یک جایی، بالملازمه وظیفه این نظارت و کنترل نمایندگان خودم هم دارم دیگه. بالاخره کسی که وکیل من هست، یعنی وکیل اگر ما رهبری رو و یا زعامت سیاسی رو در اسلام از مقوله وکالت بدونیم نه از مقوله ولایت. متاسفانه اینم یکی از این بحث ها و چرخش های مهمی است که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. در مشروطه عالمان و فقیهان برجسته ای مانند آخوند خراسانی و نائینی و اینها حکومت رو از مقوله وکالت میدونستن نه از مقوله ولایت. ولایت به همون مفهوم فقهی که عرض کنم آقایون خودشون گفتن، همون است که آقای گنجی هم به درستی توصیف کرد. البته حرف آقای گنجی هم نیست، خود آقای خمینی در کتاب ولایت فقیهش آورده، آقای مشکینی آورده و بسیار کسانی که درباره ولایت فقیه کتاب نوشتن، رساله نوشتن، در اونجا میگن ولایت فقیه از باب ولایت کبیر بر صغیر و ولایت عاقل بر مجنون است. خب ولایت به این معنا هست. خب اگر این معنا باشه، چون جمهوری اسلامی بیشید اشترگاه فرنگی شده، اگر همون ولایت فقیه به مفهوم سنتی و فقهیش هست، خب ولایت از مقوله شرع است، بنابراین دیگه نظارت معنا نداره، اصلا مجلس خبرگان معنا نداره، اصلا انتخابات معنا نداره، تفکیک قوا معنا نداره، جمهوری معنا نداره. همه اینها از نهادهای مدنی و مدرن جدیده که وارد قانون اساسی هم شده با فضایی که در اون شما به دو تا مقوله بسیار مهم اشاره کردیم، بحث ولایت و وکالت. در وکالت میتواند در واقع شرایط عادل نبودن، شرایط عادل بودن ساقط بشود و نهادی مثل مجلس خبرگان میتواند ولی فقیه را برکنار کند، اما در بحث ولایت هم آیا امکان پذیره به لحاظ فقهی؟ در بحث ولایت هم البته امکان پذیر هست، ممکنه شخصی بالقوه یا بالفعل فاقد این شرط بشود. منتها در فقه سنتی ما به دلیل اینکه اساسا مقوله سیاست و قدرت و زعامت سیاسی مطرح نشده، عمدتا در مقوله نمیدونم یه بخشش تو بخش عرفان مطرح شده، یه بخشی در امور حسبیه و مرجعیت دینی و فتوا و قضاوت مطرح شده، نهادی هم تأسیس نشده در گذشته و در فقه که مثلا چه کسی تشخیص میدهد که این ولی مثلا فاقد شرایط هست یا واجد شرایط هست. ولی الان مشکلی که وجود داره اینه که از دوران مشروطه که علما و فقهای ما با مفاهیم جدید آشنا شدن، با تأسیس مشروطه آشنا شدن، کم و بیش تحت تأثیر افکار مدرن آمدن مسئله حکومت رو از مقوله ولایت دانستن. وقتی که از مقوله وکالت دانستن، وقتی که از مقوله وکالت باشه، بنابراین کسی که کسی رو وکیل خودش کرده، موکل وکیل خودش رو تحت نظارت میگیره و اگر اون وکیل در خارج از به اصطلاح چارچوب اون قواعد یا مقرراتی که بینشون بوده، قراری که بینشون بوده عمل کرده باشه،
حق عزل او رو داره، حق نصب او رو داره. این که تو قانون اساسی ما مسئله نظارت آمده، انتخاب آمده، خبرگان آمده و بعد هم مسئله تشخیص صلاحیت آمده، مسئله عزل آمده، همه اینا در واقع با مقوله وکالت می گنجه، نه با مقوله ولایت. و اینجاست که میبینیم با این پارادوکس ما مواجه میشیم. از یک طرف رهبری که در قانون اساسی تصویب شده از جهتی از مقوله وکالت به دلیل همین نمونه‌هایی که من گفتم، از طرف دیگر عنوانش هم هست ولایت فقیه، ولی فقیه. خب اگر ولایت با مفهوم سنتی کلمه هست که در تئوری آقای خمینی از قضا یکی از چرخش‌های و پیچ‌تاب‌های مهم اینه که ولایت فقهی با ولایت عرفانی و صوفیانه هم به هم آمیخته شده، نوعی مرید مرادی و نمیدونم به می سجاد رنگین کن به این شکل در آمده در عالم سیاست و این همه خطرات و مشکلات را هم ایجاد کرده. به هر حال خلاصه کنم، اون چه که مشخص و محرزه هم به لحاظ حقوقی و دیدگاه حقوقی که شما اشاره کردید آقای سفیری و هم با دیدگاه فقهی، هم در چارچوب مجموعه قواعد و قوانین و اصول قانون اساسی و منطق امور رو در نظر بگیریم، ولی فقیه یا حاکم جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی باید نظارت پذیر باشه. اگر نظارت نداشته باشه از چه به لحاظ مبانی و مبادی دچار اشکاله و چه به لحاظ لوازم و پیامدهای اون دچار اشکاله. ولی یک مهم اگر اجازه بده یک تناقض دیگر را من اینجا اشاره کنم و اونم این است که در جمهوری اسلامی به خصوص در دوران آقای خمینی، آقای خامنه ای، این بحث مطرح شده که تمام نهادها مشروعیت خودشون را از ولی فقیه میگیرن و حتی مجلس خبرگان هم مشروعیت خودش را از رهبری میگیرد، قانون اساسی هم مشروعیت خودش از رهبری میگیرد، نه اینکه رهبر مشروعیت خودش از قانون اساسی بگیرد. و این یک تناقض و پارادوکسی است که در جمهوری اسلامی هنوز حل نشده. عده همچنان اصرار دارن که مجلس خبرگان مثلا مشروعیت خودش رو از مثلا رهبری میگیره. اگر این چنین باشه پس بنابراین چگونه است که مجلس قانون مثلا مجلس خبرگان میتواند بر کار رهبری نظارت داشته باشد؟ به هر حال این تناقضهایی است که در ساختار قانونی و همینجور حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی وجود داره و هنوز هم این مشکل حل نشده. بله ممنونم، برمیگردیم به این بحث. آقای گنجی شما به بحث موازنه قوا اشاره کردین، آیا به نظر شما نظام اجتماعی الان آمادگی حضور برای این تغییر در موازنه قوا رو داره یا هنوز بحث خبرگان یک بحث داخل نظام تلقی میشه؟ ببینید در واقع الان یه اتفاقی افتاده، مجلس انتخابات مجلس خبرگان گذشته از اول جمهوری اسلامی تا حالا هیچ اهمیتی نداشت و کسی هم بهش اهمیت نمیداد. این دوره یک اهمیت خاصی پیدا کرده و یه مقدار زیادیش هم به خاطر اینه که یعنی چندین دلیل داره. یه دلیلش دلیل اینه که گفته میشه آقای بیماری آقای خامنه ایه. اینکه این بیماری چه حدت و شدتی داره بنده اطلاعی ندارم، ولی بعضیا میگن بیماریش جدیه و همه میگن مجلس خبرگان آینده انتخاب رهبر رو صورت خواهد داد. خود آقای هاشمی رفسنجانی هم به این دامن میزنه، از جمله تو همین مصاحبه‌ای که گفته بودش که آقای خامنه ای چیزه خبرگان فعلی آماده شدن کمیسیونی تهیه کردن که این کمیسیون افراد نامزدهای احتمالی رو داره گزینش میکنه. این یعنی داره به جامعه میگه که فلانی مریضه و شما بدونید بیماریش جدیه که دارن جایگزینن براش انتخاب میکنن. این یه نکته هستش. نکته دوم اینه که آقای هاشمی انجام میده این بحث مطرح کردن شورایی کردن رهبری هستش که خب تو قانون اساسی نیست، تو قانون اساسی قبلی بود، تو شورا بازنگری ورش داشتن. آقای هاشمی موقع که اینو مطرح میکنه باز برای شل کردن این زیر پای آقای خامنه ای، یعنی هی دائما میگه تو خب رگان موقع که آقای خمینی فوت کرد و قرار بود جانشین انتخاب بشه، من و آقای خامنه ای معتقد به شورایی بودن رهبری بودیم ولی دیگران رأی ندادن. خب یعنی میگه تو قانون اساسی که قبلی شورایی امکان داشته، خود من و خود همین آقای خامنه‌ای معتقد به شورایی بودیم ولی الان هم در آینده هم میتونه شورایی بشه. اینم باز یه نوع شل کردن چیزه و جامعه رو بردن به این سمت. یه نکته دیگه که آقای هاشمی مدت هاست مطرح میکنه بحث نظارت بر رهبریه که خب طرف مقابل از آقای جنتی بگیرید تا صادق لاریجانی تا همه اومدن گفتن این توته است، قد میخواد نفوذ بکنه، آمریکا میخواد نفوذ بکنه، اینا میخوان در مجلس خبرگان آینده بیان و بگیرن و با گرفتن این مجلس رهبری رو براش مشکل ایجاد بکنن.
و اصلا خب این خیلی مضحکه. خب مجلس، خب اگر نمیخواید رهبری تحت کنترل نظارت بشه، خب مجلس خبرگان رو تعطیل بکنید. یعنی خب واقعا کارش همینه مجلس خبرگان، که طرف رو تحت کنترل بگیره، تحت نظارت بگیره. این آقای صادق لاریجانی دیروز میگه که اگه نظارت باشه یعنی باید بریم یه خیمه بزنیم تو بیت رهبری 24 ساعته مواظبش باشیم، بریم تو سپاه خیمه بزنیم. اصلا هم چی معنایی نداره نظارت. شما عمل کرده در یک چارچوبه کلی تاریخی نگاه میکنید. این که شما آقای خامنه‌ای میاد تو نماز جمعه میگه در تمام این کشور دیدگاه آقای احمدی نژاد از همه به دیدگاه های من نزدیکتره، این یه معیاره. این که آقای خامنه‌ای سرکوب 88 فرمانش رو تو نماز جمعه تهران صادر میکنه، این یه ملاکه. این که الان آقای منتظری رو 5 سال حصر کرد، آقای مهندس موسوی و آقای کروبی رو چندین سال حصر کرده، چند هزار نفر رو بعد از 88 بازداشت کردن، اینا ملاکه. این که قتل‌های زنجیری صورت گرفت ملاکه. این که غارت اموال ملی داره در دوره ریاست رهبری آقای خامنه‌ای صورت میگیره، میلیاردی، 3000 میلیارد یورویی، چند میلیارد یورو، اینها ملاکه. یعنی آقای خامنه‌ای در یک حکومتی ساخته این وضع آب و هواس که الان شما دارید میبینید، که مدارس یک هفته تعطیل بودن، اون وضع محیط زیسته، این وضع بیابیه، این وضع فساد گسترده است. این که آقای خامنه‌ای از روز اولی که به قدرت رسید سپاه و نظامی‌ها رو تا تونست فعالیت اقتصادی و سیاسی اینا رو گسترش داد، خب همه اینا ملاکه، همه اینا معیاره. با این ملاک هاست که سنجیده میشه ایشون مدیر هست، مدبر هست و نیست. و اگر بود الان و رابطه ما به کشورهای منطقه این نبود. آقای خامنه‌ای دائما از نفوذ دشمن دم میزنه. دشمن کیه؟ دیروز فرمانده سپاه قدس شمال کشور اعلام کرده که اگر رهبری اجازه بدن ما 3 روزه اسرائیل رو میگیریم. خب شما حساب بکنید این حرف مضحک مسخره خندداری که خب اسرائیل به عنوان رژیم اشغالگر آپارتاید هیچکی حریفش نیست، بعد ایران 3 روزه میتونه بگیردش. این حرفا که این میزنه و اون سردار نقدی میزنه و خود خامنه‌ای میگه 25 سال اسرائیل رو بمیره، اینا بیشترین خدمت به نتانیاهوه. شما دیدید نتانیاهو اینا رو میاره تو مجمع عمومی سازمان ملل اروم میخونه، تاریخ هم میده. در واقع اگه نوز باشه آقای گنجی برمیگردیم به این بحث، اجازه یعنی فرمیم. میخوام بگم شما ببینید معیار و ملاک اینه، این موازنه قوا. یعنی در واقع هاشمی رفسنجانی کار بعدی کرده، اومده یه عده زیادی رو بسیج کرده که تو این دوره کاندیدا بشن. در دورهای قبلی مثلا شما میدید یه دوره، من یادمه در تهران 16 نفر کاندیدا مجلس عضو لازم داشت، 17 تا کاندیدا داشتیم. تو میونه 17 نفر برای شما 16 نفر انتخاب میکنیم. این دوره تا امروز تا فردا شب تموم میشه، 5 برابر مورد نیاز کاندیدا شده در اثر همین بحث. حالا اینکه شورای نگهبان چقدرشون رد صلاحیت کرد بعدا میمونه، اما اگر یه لیستی باقی بمونه و بتونن یه ده افراد دیگه ای رو بفرسن که هاشمی بتونه یک جنای قوی داشته باشه، طبعا اون موقع میتونه یک موازنه قوای شکل بگیره. بلذا این دوره انتخابات این مجلس خبرگان رهبری با دعواهایی که الان حولش درست شده و با کاندیدایی که شدن، حتی انتخابات مجلس شورای اسلامی رو تحت شعای خودش قرار داده. برمیگردیم به این بحث آقای گنجی. اتفاقا به نکته مهمی اشاره کردین، یعنی در واقع همزمانی این تجمیع شدن انتخابات اهمیت این انتخابات رو بیشتر کرده، به ویژه بحث انتخابات خبرگان رو. آقای اشکوری، فرض بکنید که در یک فضای واقعا آرمانی زندگی بکنیم و یک مجلس خبرگان بسیار بسیار به تعبیری شاید با صلاحیت بتونه تشکیل بشه، فکر میکنید چنین نهادی واقعا میتواند ولی فقیه رو با اختیاراتی که در قانون اساسی براش پیش بینی شده کنترل و مهار بکنه؟ ولو اولین نکته این است که اون جامعه آرمانی، اون شرایط آرمانی که به هر حال در عمل، اونم در کوتاه مدت، در وضعیت چشمانداز کنونی جمهوری اسلامی، خب طبیعیه که محاله. منتها خب با فرض این، با اینکه گفتن، با توجه به اینکه گفتن فرض محال محال نیست، بله اگر مجلس خبرگانی وجود داشته باشه و خبرگانی که مردم به طور آزاد
انتخاب بکنن، نه اینکه شورای نگهبان برای اینا انتخاب بکنه، اون گونه که در مجلس شورا هم اینجوری هست، در ریاست جمهوری هم هست. یعنی یک انتخابات آزاد مستقیمی که برایند و به صلاح آرای عمومی مردم باشه و رأی اکثریت مردم باشه، برآمد رضایت و خواست و تمایل اکثریت مردم باشه، یک چنین مجلس خبرگانی اگر وجود داشته باشه، البته در صورتی که تناقضهای قانون اساسی هم حل بشه، مشکل وکالت و ولایت و امثال اینا هم حل بشه، الان که امکان صورت... الان که در حال حاضر که امکان بازنگری قانون اساسی وجود نداره، شورای نگهبان هم که حق تفسیر بلا منازع قانون رو در اختیار گرفته و زیر نظر رهبر عمل میکنه، بنابراین چگونه میشه اون تناقض رو برطرف کرد در قانون اساسی؟ همین عرض میکنم، به همین دلیل از اولم عرض کردم که اون شرایط آرمانی که شما فرمودین در حال حاضر امکان پذیر نیست، به همین دلیل من این شرط شروط رو به صلاح گفتم. اما حالا تنزل میدیم، بحث رو میاریم در همین شرایط فعلی و وضعیت فعلی، منتها در وضعیت فعلی یعنی یک انتخابات خوبی برگزار بشه به طور نسبی و نمایندگان به صلاح بخشی از نمایندگان واقعی مردم که امروز عموما جناح میانه رو به حساب میاد، یعنی جناح آقای هاشمی، آقای روحانی، حسن خمینی، امثال اینا، اگر برن تو مجلس و اکثریت رو از آن خودشون بکنن، به نظر من میتواند یک مقداری، نه خیلی، یک مقداری وضعیت رو تغییر بده و میتواند که یک نظارت مختصری هم در برکار رهبری اعمال بکنه. چون اصلا این مشکل عدم نظارت، این که تاکنون هم نشده، همون گونه که آقای گنجی هم به درستی گفتن، یک مشکل اساسی اینه که آقای خامنه ای با اینکه خودشون این رو بیان کردن که رهبری هم نظارت پذیر باید باشه، فوق نظارت نیست، یا حتی گاهی گفته است که رهبری هم میتواند مورد نقد قرار بگیره، اما در عمل چنین چیزی نیست. یه دلیلش همین است که دیدگاه اصلی و اصیل آقای خامنه ای این نیست، بنابراین این نوع رهبری و خود شخص ایشون نظارت پذیر نیست، یه مشکل در اونجاست. بنابراین مجلس خبرگان اصلا فرض بر این بذاریم به قول شما در شرایط آرمانی همه این 780 نفر همه شدن آقای هاشمی رفسنجانی، همه شدن از این جناح منتقد درونی حکومت، از اصلاح طلبا، همه اینها رفتن در اونجا، به نظر من باز با موانع جدی مواجه هستن، برای اینکه تا زمانی که رهبری واقعا به طور جدی نخواهد، مانع ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه. تا اونجا که من یادم هست، مجلس ششم خواست که نهادهای تحت امر رهبری رو به اصطلاح نظارت بکنه، در اون زمان هم شورای نگهبان مخالفت میکرد، جناح دیگه مخالفت میکردن، سرانجام به خود آقای خامنه‌ای مراجعه کردن و از ایشون کمک خواستن، ایشون هم پذیرفت نظارت رو، اما در این حال یه جایی رو هم استثناء کرد، یعنی در نهایت باز همه راه‌ها به ایشون ختم میشه. بنابراین یک مانع و یک سد سدید خود ایشون و تفکر ایشون و سیاست ایشون که نقد ناپذیره، نظارت ناپذیره، و علاوه بر اون، اون وقت میبینیم از سپاه هم هست، نیروهای امنیتی هم، شورای نگهبان هست، بخشی از جامعه مدرسین هست. خیلی کوتاه، ولی فقیه نقد ناپذیره یا آقای خامنه‌ای ولی فقیه هستن که نقد ناپذیرن؟ اگر ولایت رو از مقوله وکالت بدانیم، قطعاً به صلاح خود تئوری اصل ولایت فقیه، اونم با قید مطلقش، قطعا نظارت ناپذیره و نقد ناپذیره. ولی در این حال اگر ولایت فقیه رو یه خورده محدودش بکنیم، یه خورده دموکراتیزش بکنیم، از مقوله وکالت بدانیم، اون وقت میتواند لاغر تا یک محدوده نقد پذیر باشد. آقای گنجی، شما اشاره کردیم به انتخابات پیش رو و اینکه با تجمیع این انتخابات با انتخابات خبرگان با مجلس شورای اسلامی در واقع یک هیجان عمومی ایجاد شده. به هر صورت اگر که انتخابات مجلس خبرگان میخواست به تنهایی برگزار بشه، شاید در سکوت بیشتری برگزار میشد، یه پس داخلی بود، اما همزمانیش با انتخابات مجلس شورای اسلامی به اون شور هیجان دیگه ای داده. آقای گنجی، آیا فکر میکنید که جناحی که شما به عنوان جناح آقای هاشمی ازش نام بردین، این توان رو داره که این موازنه قوا رو به هم بزنه با توجه به نقش بلا منازع در واقع شورای نگهبان؟ خب بستگی داره که از فیلتر شورای نگهبان رد بشن یا رد نشن. چون الان ببینید، مسئله اینه که الان شورای نگهبان که آقای جنتی و یزدی اینا، یا همین صادق لاریجانی که رئیس قوه قضاییه است، اینا افکارشون افکار همون جبهه پایداریه، یا مثل با یزدی اینا همشون افکارشون جبهه.
بعد از اون بر اینا تمام این قاتلا و سرکوبگرا رو بسیج کردن. تو همین امروز من نگاه میکردم شما ببینید علی فلاحیان، ری شهری، دوری نجف آبادی که ستاشون وزیر اطلاعات بودن و جزء قاتلا، محمد تقی رهبر که رئیس سابق دادگاه انقلاب بود، علی رازینی، مصطفی پور محمدی، اینا تا الان من اطلاع دارم که کاندا شدن قطعا، احتمالا محسنی اژه‌ای و روح الله حسینی ها و مصلحی اینا هم کاندیدا بشن. خب شما ببینید اون مهدی طایب رئیس قرارگاه طایب، اینا هرچی قاتل و بسی چیز، حضرت امیر یه چیزی داشت تو نهج البلاغه که مولوی هم به شعرش کرده که جاهلان سرور شدستند و زبیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. حالا اون جاهلان مولوی رو باید بکنیم قاتلان، قاتلان سرور شدستند و زبیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. این در جمهوری اسلامی اینجوری شده. شما ببینید من آیه گنجی، منظور شما حضور، منظور شما حضور این افراد در پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای و سیستم اطلاعاتیه. آقای اقسام چیز، آقای علی فلاحیان، آقای ری شهری، آقای چیز، چقدر پرونده دارن. خود خاطرات آقای ری شهری بخونید، کارهایی که کرده، خود شهر داده. آقای دوری تو حکم دادگاه قتل‌های زنجیری تو حکم اومده که اون آقایون میگن که آقای دوری به ما گفت اینا رو بکشید، ما هم رفتیم زدیم کشتیم به عنوان وزیر اطلاعات. بعد تو حکم نوشته که ما از آقای دوری پرسیدیم، آقای دوری میگه که آیا اینا دستور کتبی هم دارن. خب معلومه که هیچ قاتلی که دستور کتبی نمیده وزیر اطلاعات که. یا علی فلاحیان، بنده رو موقعی که برده بودن وزارت اطلاعات، معاون وزیر اطلاعات در همون دوره افشاگری میکردیم، رسما به من گفت ببین آقای گنجی، شما باید بیشتر از 4 تا قتل نگید و گذشته هم نرید. 300 تا قتل بوده، 300 تا ترور بوده، اگه شما بیش از 4 تا بگید و از این افرادی هم که ما بازداشت کردیم از سعید امامی بالاتر برید، بازداشتتون میکنیم، حکم 10 تا 15 سال زندان هم بهتون بدیم. من اینو همون روزم مصاحبه کردم، گفتم تو روزنامه هم چاپ شدش، گفتم آقا نه، من علی فلاحیان رو مطرح میکنم، شاکلیت قتل‌های زنجیریه. اون آقا به من گفتش که شما اگر علی فلاحیان رو مطرح بکنید، خب علی فلاحیان رو ما میاریم تو دادگاه. معاون وزیر اطلاعات به من میگفت، معاون دوری نجف آبادی بود، گفت خب علی فلاحیان رو ما میاریم تو دادگاه، اونم میگه خب آقای خامنه‌ای به من گفت. این که نمیشه که، شما حق ندارید آقای علی فلاحیان رو مطرح بکنید. این که من میگم آقای علی فلاحیان، آقای رئیس شهری، اون همه دادگاه ها داشته، حکمای اعدام داده، پرونده حزب توده، ده ها پرونده بوده، دوری نجف آبادی، که حتی بعضی از مسلمان ها رو میگفت برید بکشید، که این آدمایی که تو قطب زنجیره‌ای بودن خب قبول نکردن. این آقایون یا آقای مصطفی پور محمدی و محسن اژه‌ای که برید تو خاطرات آقای منتظری بخونید، تو اون قتل عام 67 اومد رفته بودن ملاقات آقای منتظری، آقای منتظری میگفت من اصرار میکردم، من میگفتم قتلش کنید، اینا گفتن شما یه ما دیگه سکوت کن، یه 700 800 تا دیگه ما اینا رو بکشیم تموم میشه. اینا همشون پرونده قتل و جنایت و سرکوبشون که روشنه. الان همه اینا کاندیدای خبرگانن، خیلیاشون تو خبرگان فعلی هم هستن، نه اینکه نیستن. میخوام بگم ببینید یه بسیج شده، یا این صادق لاریجانی که متولد نجفه، یا اون آقای شاهرودی که متولد نجفه، که اینا اصلا آقای شاهرودی شما میدید اول انقلاب اومده ایران و بعدش هم تازه اومده ایران رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بوده ایشون. خب حالا اینا شدن ایرانی، کار نداریم، هیچ، ما هم نجات پرست نیستیم، چه اشکالی هم نداره بیان برن بشن فلان، ولی بحث من افکار ایناست، رفتار ایناست. شما ببینید اینا الان بسیج نیرویی که صورت دادن، خب شورای نگهبان اینا رو قطعا تایید صلاحیت. آقای گنجی اجازه بفرمایید با آقای اشکیوری هم زمان برسه، چون فرصتمون خیلی کمه. آقای اشکیوری، یکی از مسائلی که این روزا مطرح میشه با توجه به اینکه شما تجربه نمایندگی مجلس هم دارین، تکرار میشه که مجلس ششم نباید تکرار بشه، مجلس ششم. آیا واقعا مجلس این الان این ظرفیت اجتماعی رو شما میبینید که مجلسی شبیه مجلس ششم شکل بگیره؟ و یا اصولا اگر چنین مجلسی شکل بگیره، توانایی باز کردن این قفل انسداد سیاسی در کشور رو داره؟ والا پاسخش با اما و اگره. اگر به اصطلاح شرایط مجلس ششم باشه، همون اندازه افراد رد صلاحیت بشن، نه بیشتر، به نظر من میتواند مجلس ششم شکل بگیره. چرا که الان در قیاس با اون 10-12 سال پیش، فضای اجتماعی
مساعدتر هست و بعد هم در مجموع مردم ناراضی ترن، معترض ترن و اگر کاندیداهایی رو ببینن که به طور نسبی حتی در حد علی مطهری هم شجاعت و شهامت به خرج میدن، انتقاد میکنن، به اینها عموما رأی میدن. مردم به اون پایداری ها و به اون تیپ اون گروه های اونوری که عموما اکثریت قاطع مردم که تمایلی ندارن. ولی متاسفانه شرایط الان به گونه ای هست که اساسا نمیتونه که مجلس ششم تشکیل بشه، به خاطر اینکه مجلس ششم الان بعضی از اصلاح طلب ها یا حامیان اصلاح طلبی در درون ایران هم این حرفا رو میزنن و به نظر من درست هم هست، قلق و غم عظیمی از همین نیروهای اصلاح طلب خواهد شد. حالا یه تعداد اندکی ممکنه مثلا از مجلس فعلی، از مجلس نهم یه تعدادی مثلا نیروهای معتدلتر برن و امروز دولت هم تلاش میکنه که اکثریت مجلس رو از آن معتدل ها بکنه که جزء حامیان خودش باشه، در دوره بعد هم رئیس جمهور باشه آقای روحانی، مشکلات کمتر بشه. و اما قسمت دوم پرسش شما که میفرمایید که اگر تشکیل بشه و چه خواهد کرد، که فرض البته هست در شرایط فعلی امکانش نیست، ولی اگر برفرض هم همون مجلس ششم باشه، همون نمایندگان مجلس ششم باشن در شرایط فعلی که نیروهای سرکوب بسیار آمادن و حتی به شخص مثل آقای هاشمی رفسنجانی هم رحم نمی کنن و بعید هم نیست، و البته شاید یه خورد بگیم بعیده ولی محال هم نیست که آقای هاشمی رفسنجانی رو بار دیگر این دفعه هم رد صلاحیت کنن با این همه حمله ها و هجمه هایی که نسبت بهش میشه، ولی در این حال اگر در یک رویا و در یک عالم تخیل هم فکر کنیم مجلس ششمی باشه، همون نمایندگان باشن، الان با موانع و با مشکلات و عرض کنم گرفتاری های بیشتری مواجه خواهند بود، به خاطر اینکه هم رهبری امروز قاطع تر هست برای اینکه مانع ایجاد بکنه، هم نیروهای سرکوب الان نهادهای اساسی سرکوب در اختیار دارن و هم شورای نگهبان و هم مجموعه نیروهایی که هول هوش بیت رهبری جمع شدن امروز اجازه فعالیت‌های جدی در همون حد مجلس ششم را هم نخواهند داد. بله. آقای گنجی، به عنوان آخرین پرسش، فکر میکنید که جناح حامی دولت یا جناح منتقد آقای خامنه‌ای میتونه فضا رو در روزها ماهای باقی مانده تا انتخابات دو قطبی بکنه؟ ببینید، فضا دو قطبی میشه به طور طبیعی و اصلا لازم نیست دولت یا اصلاح طلبا بکنن، خود آقای خامنه‌ای و جناح مقابله که فضا رو دو قطبی میکنه، یعنی طرح مسئله فتنه، طرح مسئله نفوذی ها، اصلا اینا میگن فضا نباید دو قطبی بشه، خود آقای خامنه‌ای داره دستش دارن همین کارو میکنن. موقعی که میگن یه عده نفوذیان، پس جامعه میشه به نفوذی و غیر نفوذی ها، بعد میگن نفوذی ها کسانی هستن که آمریکا رو به عنوان کت خدای جهان پذیرفتن، یعنی همون سخنی که آقای حسن روحانی گفته بود، یا میگن نفوذی ها کسانی هستن که با آمریکا اشغال میکنن، نفوذی ها میخوان رابطه با آمریکا برقرار کنند. دونه دونه که این چیزایی که اینا میگن، جامعه را عملا خود آقای خامنه‌ای، شورای نگهبان، سپاه، نیروهای اصولگراهای افراطی و محافظه‌کار، سنتی، جامعه را دو قطبی میکنن. شما از این جهت خیالتون راحت باشه که جامعه قطعا دو قطبی خواهد شد، نه توسط این طرف بلکه توسط طرف مقابل. این نکته اول. نکته دوم اینه که به لحاظ اجتماعی این دو قطبی سازی که اونا میکنن اتفاقا به سود این جناح مقابلشون تموم میشه، که اعتدالیون باشن، اصلاح طلبا باشن، نهضت آزادی باشه، ملی مذهبی باشه. جامعه رو خب میگه اینا یه آدمایی هستن که خواهان بهبود روابط با جهان غرب هستن، با دولت‌های منطقه هستن، میخوان زندگی مردم رو سامان بدن، میخوان نیروهای نظامی رو از عرصه سیاست و اقتصاد برونن و جناح مقابل نمیخواد و منافعش در این نیستش، لذا پایگاه اجتماعی به سود ایناست. اما از اون طرف اینا توسط شورای نگهبان، آقای خامنه‌ای برنامه‌اش اینه که یه چیزی شبیه شورای شهر فعلی تهران درست کنه. شما الان تو همین مجلس فعلی نگاه کنید، یه اقلیت مثلا 30-40 نفره اصلاح طلب وجود داره. شما 30-40 تا اصلاح طلب فعلی مجلس کنونی رو مقایسه بکنید، 30-40 تاشون یک صدم این آقای علی مطهری که آقای اشکبری فرمودن کار نکردن، حرف نزدن. آقای خامنه‌ای، طرح آقای خامنه‌ای شورای نگهبان اینه که یه اقلیت اصلاح طلب این شکلی تو مجلس آینده باشه، برنامه‌شون اینه. اما دنیای خارج کاملا تو مشت ما نیست. شما هر چقدر هم قدرت داشته باشید، الان آمریکا ابر قدرت جهانه، خیلی کارا دلش میخواد بکنه ولی نمیتونه بکنه. اینطور نیستش که شما قدرت داشته باشید هر کاری دلتون خواست بتونید بکنید.
لذا آقای خامنه‌ای تو انتخابات گذشته هم دیدیم خب یه فردی مثل حسن روحانی و اینا و ظریف اینا اومدن، اگرچه ما همچنان در نظام دیکتاتوری به سر میبریم و این دولت هم دولت مطلوبی نیست، ولی اینا تونستن مسئله پرونده حل هسته‌ای رو حل بکنن. الان شما میبینید هر هفته این آقای ظریف داره با آقای کری صحبت میکنه، مذاکره میکنه، سر مسئله سوریه هم دارن مذاکره میکنن. آقای گنجی خیلی کوتاه پیامدهای ناخواسته انتخابات آینده کاملا ممکنه مثل انتخابات ریاست جمهوری بشه و به زیان آقای خامنه‌ای و اونا بشه و اینا از همین میترسن، کاملا نگران این هستن. چیزی که الان به نفع اونو عمل میکنه این تحریما همچنان سر جاشه، وضعیت اقتصادی خرابه و تحریما اگر تو این ماه آیندهم برداشته بشه به این سرعت اثرگذار نیست، ولی مردم آگاه ایران میدونن این وضعیت فلاکتبار اقتصادی، این فساد گسترده چیزیه که در دوران 8 ساله ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که آقای خامنه ای گفتش از همه به من نزدیکتره ساخته شد، آفریده شد، ساختاری شد و این نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی هستن که این اقتصاد رو در چنگال خودشون گرفتن و دوستهایی مثل بابک زنجانی رو اینهان که میارن سر کار پرورش میدن و براش مجلس درست میکنن، دادگاه شده محاکمه دولت، اون هر روز میاد علیه دولت صحبت میکنه، بعد این آزادی خواهان ما رو میبرن تو دادگاه های غیر علنی، هیچ فرصتی برای حرف زدن بهشون نمیدن و در اونجا حکمای دست. ممنونم آقای گنجی، ممنونم. زمانمون به سرعت داره سپری میشه. آقای اشکوری، این به هر صورت دغدغه جدی وجود داره که شورای از فیلتر شورای نگهبان کسی که مد نظر آقای خامنه ای نباشه رد نشه. اون وقت فکر میکنی که بدنه اجتماعی در صورت رد صلاحیت‌های گسترده به چه امیدی میاد پای انتخابات؟ به چه امیدی میخواد اهمیت مجلس خبرگان رو درک بکنه به مجلس شورای اسلامی رأی بده؟ ولی واقعیت امر اینه که در جمهوری اسلامی از همون اول، به خصوص در این 25-6 سال در دوران رهبری آقای خامنه ای، همیشه یه سیاست شلکن‌صفکن، اگر بخوام عامیانه بگم، وجود داشته و نه خیلی بالاخره سخت میگیرن به جایی که به یک انفجار منجر بشه و نه یه جایی رو که کنترل از دستشون در بره. همین تعبیری که همیشه به کار میبرن در ایران، میگن که مهندسی انتخابات، همواره یک مهندسی انتخاباتی وجود داره. حالا یه وقتایی بعد یه محدوده ای از کنترلشون خارج میشه، یک هفته دوم خرداد 76 به وجود میاد، یک نمیدونم 92، البته به نظر من انتخاب آقای روحانی از اون سنخ نبوده، ولی در هر حال شرایط رو به گونه ای پیش میبرن که در نهایت یک مجلس تقریبا با یک اقلیت ضعیف اصلاح طلب و اعتدالی عرض کنم که ببرن بالا و تشکیل بدن و در نهایت به یک مجلسی بشود که اکثریت کنترل در دست اونهاست. در هیچ فردی، هیچ چهره شاخصی که بتواند واقعا در مجلس، در حال بس علامت مجلس شوراست، در مجلس شورا بتواند که واقعا اثرگذار جدی باشه یا یک اقلیت قدرتمندی که بتواند اثرگذارد، عرض کنم به نظر من نخواهد شد. به پایان برنامه افق امشب رسیدیم با تشکر از آقای اکبر گنجی و آقای حسن یوسفی اشکوری. تا افق دیگر، شب و روز بر شما خوش.